درود فراوان، من سام ایرانشهر هستم و در این برنامه به موضوع شکست جدید حامیان نظام اسلامی در آمریکا خواهم پرداخت. شاید فکر کنید که مسئله‌ای که با آن خواهم پرداخت ارتباطی با ایران و ایرانی‌ها ندارد، اما اگر تا انتهای این ویدیو را تماشا کنید خواهید دید که به عنوان یک ایرانی این موضوع به ما نیز مربوط می‌شود. در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های متشنجی در صحنه سیاست آمریکا بوده‌ایم که مربوط به انتخاب یک قاضی برای پست قضاوت دادگاه عالی آمریکا می‌شود. دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا بالاترین مرجع قضایی در آمریکا است و می‌تواند در موارد خاص تصمیمات بسیار حساسی اتخاذ کند. در واقع هرگاه سیستم قضایی و گاهی سیاسی آمریکا از گرفتن نتیجه عاجز می‌ماند، این دادگاه عالی آمریکا است که با پذیرش مسئولیت به بررسی این دعواها می‌پردازد و راه حل نهایی را ارائه می‌کند. این دادگاه شامل 9 قاضی برجسته است که عنوان قاضی عالی را تا آخر عمر و بدون زمان بازنشستگی از پیش تعیین شده خواهند داشت. اخیراً یکی از قضات با سابقه این دادگاه به نام قاضی کندی اعلام کرد که به دلیل کهولت سن دیگر توان ادامه این مسئولیت سنگین را ندارد و به زودی بازنشسته خواهد شد. وظیفه معرفی قاضی جدید بر عهده رئیس جمهور وقت می‌باشد. او یک قاضی برجسته را به انتخاب خود به مجلس سنا معرفی می‌کند و مجلس سنا در یک رأی‌گیری او را انتخاب یا رد می‌کند. همانطور که بسیاری می‌دانند، در آمریکا 2 حزب اصلی دموکرات و جمهوری‌خواه کشور را اداره می‌کنند و یکی از این احزاب، یعنی حزب دموکرات آمریکا، به جمهوری اسلامی تمایل دارد و در عرصه‌های گوناگون به امتداد و موجودیت این نظام کمک کرده است. اما در حال حاضر حزب جمهوری‌خواه اکثریت مجلس سنا و نمایندگان و همینطور قدرت در کاخ سفید را در اختیار دارد. حزب جمهوری‌خواه آمریکا در نقطه مقابل حزب دموکرات نسبت به جمهوری اسلامی موضعی مخالف دارد و رفتارها و کل سیاست نظام اسلامی را ضد آمریکا و منافع آن در جهان ارزیابی می‌کند. پس از اعلام بازنشستگی قاضی کندی، رئیس جمهوری کنونی آمریکا دونالد ترامپ یک قاضی برجسته را که تمایل به حزب جمهوری‌خواه دارد برای پست دادگاه عالی به مجلس سنا معرفی کرد. این عمل موجی از نگرانی را در بین دموکرات‌ها برانگیخت، چرا که انتخاب یک قاضی جمهوری‌خواه دیگر در دادگاه عالی جمع قضات جمهوری‌خواه را به 6 نفر در مقابل 3 قاضی دموکرات می‌رساند. گرچه قضات این دادگاه عادل هستند و با عدالت رفتاری خود به قوانین عادلانه احترام می‌گذارند، اما در موارد بسیار ظریف می‌توانند تعریف خود را از قانون داشته باشند و همین نقاط ظریف در چنین جایگاهی می‌تواند به اتفاقات مهم و سرنوشت‌سازی منجر شود. البته چنین صف‌بندی در مورد حتی پذیرش پرونده‌ها در دادگاه عالی هم تاثیرگذار است، چون هر پرونده برای مطرح شدن در دادگاه عالی نیاز به تمایل 4 قاضی دارد. به این معنی که اگر فقط 3 قاضی از مجموع 9 قاضی دادگاه مایل به طرح این شکایت در دادگاه باشند، تعداد به حد نصاب نخواهد رسید و شکایت هرچی که باشد در دادگاه عالی آمریکا مطرح نخواهد شد. این وزن سیاسی جدید در دادگاه عالی آمریکا به شدت به ضرر حزب دموکرات آمریکا، یعنی حزب دوست جمهوری اسلامی خواهد بود و اگر دعواهای سیاسی آتی بالا بگیرد، دادگاه عالی میتواند در آینده سیاسی آمریکا ایجاد نقش کند. برای اینکه به اهمیت این موضوع پی ببریم، میتوان به دعوای انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 آمریکا اشاره کرد که بین الگور نامزد دموکرات و جورج بوش پسر از حزب جمهوری‌خواه بر سر اختلاف بین تنها 900 رأی در گرفت که در نهایت دادگاه عالی جورج بوش پسر را به عنوان پیروز انتخابات اعلام کرد. روز گذشته در نهایت قاضی منتخب دونالد ترامپ قاضی کاونا از مجلس سنا رأی تایید گرفت و قاضی عالی ترین دادگاه ایالات متحده خواهد شد. انتخاب نشدن او برای دموکرات‌ها بسیار مهم بود، چرا که انتخابات میان دوره مجالس آمریکا در تاریخ 6 نوامبر یعنی 15 آبان برگزار می‌شود و نزدیک به 1 ماه به برگزاری آن باقی مانده است. این شکست برای دوستان جمهوری اسلامی می‌تواند روی انتخابات پیشروی آنها نیز مؤثر باشد. حزب دموکرات که در حال حاضر حزب اقلیت در قدرت آمریکا است، امید زیادی به حتی پیروزی‌های میان دوره‌ای بسته بود و بر پایه همین امیدها به همپیمانان دیکتاتور خود در جمهوری اسلامی نیز قول قرارهایی داده بود. اینکه پس از شکست برجام و فرو افتادن از قدرت در آمریکا، همچنان سیاستمداران دموکرات در آمریکا با رهبران نظام ایران در تماسند و به آنها وعده و وعید می‌دهند، نشان از عمق علاقه آنها به جمهوری اسلامی دارد. خوشبختانه قدرت هر روز به سمت جهتی در آمریکا کشیده می‌شود که شعار حمایت از مردم ایران برای دموکراسی را در پیش گرفته و مردم ایران را به عنوان نهادی مجزا از نظام به حساب می‌آورد. اما مقامات سابق دولت آمریکا مانند جان کری، وزیر
خارجه دولت باراک اوباما همچنان به دادن امیدهای واهی به نظام ایران مشغولند. وی اخیراً گفته که در ایران قرار نیست یک دموکرات جفرسونی سر کار بیاید، بلکه یا سپاه پاسداران مستولی خواهد شد و یا یک نفر چون محمود احمدی نژاد سر کار خواهد آمد که هم برای ما بدتر خواهد شد و هم برای مردم ایران. گفته های این مرد به خودی خود توضیح میدهد که او مردم ایران را به هیچ میانگارد و وجود آنها را اصلا به حساب نمی آورد. اینکه میلیون ها نفر به اعتراض به همان احمدی نژاد به خیابان ریختند و همه به دست همان سپاه که او روی آنها حساب میکند قلعه‌ام شدند، اصلا به حساب ایشان نمی آید. و این موضوع تنها دو علت می تواند داشته باشد: یا اینکه ایشان از کشور ایران هیچ نمی داند و یا اینکه هدف ایشان برای بالا آوردن سپاه پاسداران در ایران است، چرا که هر شهروند ایرانی حتی خود سپاهیان می دانند که در ایران همانقدر که گروه مجاهدین خلق منفور است، همانقدر هم احمدی نژاد و هم سپاه پاسداران منفور است و ایجاد دولت دیگر با چنین خواستگاه ضعیف مردمی قطعا سقوط خواهد کرد. احتمال دیگر این که حزب دموکرات آمریکا به دنبال این است که در ایران حتما یک نظام دیکتاتوری باشد و سپاه اکنون مسلح ترین گروه در ایران است و می تواند با براه انداختن حمام خون به حکومتی هرچند متزلزل و موقتی برسد. اما سپاه و مجاهدین خلق در ایران بی‌طرفدارند، چرا که اینها همه گروه‌های اکثرا مزدور هستند و به خواست خود و بی دستمزد به هیچ جلسه و همایشی نمی‌روند. نمونه بارز آنها همایش بسیجیان کشور با رهبر نظام بود که بسیجیان را که خود عضوی از سپاه هستند از اقصی نقاط کشور با قول پول و امتیاز و با اتوبوس جمع کرده و برای نمایش به استادیوم آزادی بردند تا رهبر بتواند این نمایش بی‌معنی را به راه بیاندازد که هنوز چند نوجوان با دستمزد کافی برای تشویق او در یک مکان جمع خواهند شد. در حالی که کشور در آشوب گرانی و انواع بحران‌های اجتماعی به سر می‌برد، رهبران نظام ایران فقط به فکر برگزاری نمایش قدرتند. چه حمایش نوجوانان بسیجی و چه مانورهای با توپ و تانک هیچ کدام کمترین مشکلی از ایران ایرانی حل نخواهد کرد. در نهایت با توجه به وقایع فعلی که چه در آمریکا و چه در ایران می‌گذرد، به نظر می‌رسد که همپیمانان نظام اسلامی در آمریکا نتوانند به زودی بر سر میز قدرت در آمریکا بازگردند. و اکنون نظام اسلامی بیش از پیش آینده را تیر و تار می‌بیند. هر روز شرایط هرچه بیش از پیش برای تغییر نظام در ایران آماده می‌شود تا مردم ایران خود و بدون دخالت خارجی‌ها نظام فاسد اسلامی را براندازند و نظامی شایسته ایران و ایرانی را برگزینند. دوستان ممنون از اینکه بیننده این ویدیو بودید. پیشا پیش روز جشن مهرگان رو به تمام شما عزیزان تبریک میگم. ایران شهر در هفته 3 و یا 4 تفسیر سیاسی خواهد داشت و در آینده نزدیک برنامه‌های سیاسی دیگه ای هم خواهیم داشت. اگر از این برنامه خوشتون اومده، ما رو با لایک و اشتراک پشتیبانی کنید. همچنین ما رو از نظرات خودتون محروم نکنید. تا ویدیو بعدی، بدرود.